میخوام خدمت شما عرض کنم که ما بعد از شاید 30 روز یا بعد از 1 ماه که آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 3 رقمی شده بود، امروز برای اولین بار ما آمار 2 رقمی رو داریم. وزارت بهداشت ایران میگوید شمار قربانیان کرونا دارد کم می شود. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آمار دولت ایران چقدر قابل اعتماد است. در ادامه برنامه امشب بی حساب و کتاب مثل ترافیک تهران، در مبارزه با کرونا هر نهادی ساز خودش را می‌زند. دو مهمان برنامه از عملکرد دولت ایران در مقابله با کرونا می‌گویند. نفس، فوت بلند، چرخش لگن، بارداری در دوران پر اضطراب کرونا، مادران در قرنطینه با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ و پای صحبت‌های سرآشپز غذاهای خوشمزه ایرانی در شرکت گوگل. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. وزارت بهداشت ایران میگوید که شمار قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته پس از 1 ماه به کمتر از 100 نفر رسیده و روند ابتلا در کل کشور نزولی است. آماری که بسیاری درباره صحت و سقمش تردید دارند و بسیاری از کارشناسان درباره موج دوم و ابتلا هشدار جدی دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در گزارش نوشته این کشور تا کنترل موج اپیدمی فاصله زیادی دارد. این مرکز از مدیریت بحران کرونا انتقاد کرده و گفته در ایران نه قرنطینه شهری به صورت جدی دنبال شده و نه سیاست انجام تست حداکثری و ایزوله کردن مبتلایان. اساساً چقدر می‌شود به آمار رسمی ایران اعتماد کرد؟ آیا پایین بودن آمار رسمی و تفاوت روند ابتلا در ایران ناشی از تلاشی است آگاهانه برای پنهانکاری یا نبود امکانات لازم برای تست حداکثری؟ این سوالمان از کارشناس امشب است. اول گزارشی ببینیم از علی همدانی. رئیس قوه قضاییه در بازدید از رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه و تبلیغات گسترده برای سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر رهبر در تلویزیون ایران، آنچه رزمایش دفاع بیولوژیک و خدمت خوانده شده. دیدار رئیس قوه قضاییه از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از این قرارگاه. این خدمتی که امروز سپاه پاسداران و بسیج داره میکنه، در کنار این تصاویر که امروز در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، رزمایش سمپاشی سپاه پاسداران. در ابتدای این رزمایش سرودهای انقلابی از بلندگوها پخش می‌شود و بعد افراد مشغول شستن اتومبیل‌ها و ضد عفونی درخت‌ها و تیرهای چراغ‌برق می‌شوند، کاری که معلوم نیست تأثیری در جلوگیری از گسترش شیوع داشته باشد در حضور دوربین‌های رسانه‌ها. یا این یکی خبر سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام در کارخانه‌ای که بزرگترین کارخانه تولید ماسک در جنوب آسیا لقب گرفته. با تصمیم فرمانده کل سپاه و مسئولان نهادهای حمایتی، قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام برای هماهنگی، خبر تأسیس قرارگاهی برای کمک به 3 میلیون نیازمند توسط سپاه پاسداران، همه در یک روز، همان روزی که حسن روحانی هم در جلسه ستاد اقتصادی به همان 3 میلیون نفری که در مضیقه بودند اشاره کرد و اینکه دولت از خیر بهره گرفتن از وام 1 میلیون تومانیش گذشته. قبل از روز اول ماه رمضان این 1 میلیون تومان در حساب مردم ریخته بشه، همه یاران بگیرها در ماه تیر ماه به تدریج از یارانه اونها کس خواهد شد. 1574 نفر، یعنی شاید یکی از کمترین آمار مبتلایان جدید ظرف هفته، همه در حالی که ارقام دولتی مبتلایان و قربانیان کرونا در حالی از تردید است. وزارت بهداشت ایران گفته شمار مرگ و میر روزانه حالا به زیر 100 نفر رسیده. در شبانه روز گذشته 98 نفر جان دادند و به گفته وزارت بهداشت 1574 مبتلای جدید شناسایی شده. برخلاف خواسته و ادعای کسانی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین سخنرانی خود تاکید بر اعمال خواستش مبنی بر جهش تولید به هر قیمت داشته.
Economic counselor and director of the research department. صندوق بین المللی پول اما میگوید این خواسته آیت الله خامنه ای شاید غیر ممکن باشد. در تازه ترین گزارش این سازمان پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 6% کاهش پیدا کند. سومین سال رشد منفی برای اقتصاد ایران. دولت هم قرنطینه که در عمل تنها در دوران تعطیلات نوروز اعمال شد را تأثیر کرده. برخلاف بسیاری از نقاط جهان ایرانی ها از خانه بیرون آمدند. به دنبال یک لقمه نان. علی همدانی، بی بی سی. در تلاشیم که با یکی از اساتید دانشکده بهداشت بلومبرگ در دانشگاه جان هاپکینز درباره آمار ابتلا و قربانیان کرونا در ایران گفتگو بکنیم، به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه اون گفتگو رو انجام میدیم. اما فعلا همونطوری که در گزارش علی هم اشاره شد، در کنار نگرانی از موج دوم کرونا که از مسائل امروز ایران، عواقب اقتصادی ویروس، صندوق بین‌المللی پول در گزارش امروزش تصویر تیره‌ای از اقتصاد ایران ارائه داده. بهرنگ تاجدین در استودیو با ماست. بهرنگ، صندوق بین‌المللی پول گفته که اقتصاد ایران منهای 6% در واقع رشد خواهد داشت. یعنی چی منهای 6%؟ یعنی به عبارت دیگه 6% اقتصاد ایران، صندوق بین‌المللی پول انتظار داره که در طول سال 2020 اقتصاد ایران 6% کوچکتر از سال قبلش، سال 2019 باشه. ببین، ما هنوز ریز این که این آمار و ارقام، این تخمین بر اساس چه در واقع اطلاعاتی به دست اومده، این ریز رو نداریم. ولی دو تا نکته هست. نکته اول اینه که این آمار معمولاً از نهادهایی مثل بانک مرکزی ایران میاد. یعنی این پیشبینی نهادهای دولتی و حکومتی خود ایرانه که اینها آمار و ارقامشون رو میدن به صندوق بین المللی پول. صندوق بین المللی پول هم یک بررسی کلی میکنه که ببینه اینا در کل امکانش هست یا نه، ولی خیلی وارد اقتصاد سنجی، وارد محاسبه دوباره تمام اون جزئیات نمیشه. در نتیجه اینا، این فقط پیشبینی صندوق بین المللی پول نیست، پیشبینی بخشایی از دولت ایران هم هست. اما نکته دیگه اینه که این میزان رشد اقتصادی در 6 ماه پیش 0 بود. یعنی 6 ماه پیش پیشبینی این بود که در سال 2020 اقتصاد ایران به بزرگی سال 2019 باشه. انگار که همه چیز مونده سر جاش، همون تعداد آدم میرن سر کار، همون مقدار کالا و خدمات تولید میکنن. اما الان توی 6 ماه یه دفعه این نرخ رشدی که پیشبینی میکردن 6% اومده پایین. بخشش بابت نفته که میدونیم قیمت نفت در طول 3-4 ماه گذشته از نزدیک بشکه 70 دلار تا زیر 20 دلار هم رفت، برای مثلا نفت ایران حدود 30 دلار الان. در نتیجه این پایین اومدن قیمت نفت، پایین اومدن صادرات نفت یه بخشی از داستانه، ولی قاعدتا یک بخشیش در مورد داخل اقتصاد ایرانه. من به نظرم میاد که نکته جالب تر از حتی این کاهش در واقع نرخ رشد اقتصاد ایران اینه که به گفته صندوق بین المللی پول انتظار میره در طول سال 2020 که همین الان 3 ماهش هم گذشته، نرخ بیکاری در ایران 16.4% باشه. نرخ رسمی بیکاری که مرکز آمار در مورد زمستان سال 1398 داد 10.6% بود. این فاصله 6% یعنی میلیون ها نفر یا بالای 1 میلیون نفر انتظار میره که در طول سال شغلشون رو از دست بدن. این 1 میلیون نفریه که تا قبل از این درآمد داشتن، از این به بعد درآمد ندارن. متشکرم بهرنگ تاجدین در استودیو با ما. دکتر آلن برنارد لابریک، دانشیار دانشکده بهداشت بلومبرگ در دانشگاه جان هاپکینز از بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ماست. دانشگاه جان هاپکینز آمار ابتلا و قربانی گرفتن ویروس کرونا در جهان رو رصد میکنه. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. مقام‌های ایران امروز اعلام کردند که برای اولین بار در یک ماه گذشته تعداد قربانیان به زیر 100 نفر رسیده. چقدر این آمار اساساً در هفته‌های گذشته به نظر شما به واقعیت نزدیک بوده؟
So, thank you for that question. I think مرسی از سوالی که کردید. من فکر میکنم یک چالش بزرگی که ما در طول این پاندمیک داشتیم کیفیت آماری هستش که از کشورهای مختلف دنیا دریافت کردیم، بسته به قابلیت‌های رصد کردن، قابلیت‌های تست کردن در هر کشور که متغیر هست، از این کشور به اون کشور فرق می‌کنه. شفافیت و کیفیت آمار بسیار سخت هست که سنجیده بشه در هر کشور. فراموش نکنیم هر کسی که حالش بد هست لزوماً تست نمیشه. برای همین خیلی ها که مریض هستن و دارن به خاطر کرونا میمیرند در آمار رسمی نمیان. بنابراین بسیار دشوار هست که بدونیم ما دقیقاً کجا هستیم در بازه سیر این پاندمیک در هر کشور یا منطقه. اما بر اساس برآوردهای جان هاپکینز ما فقط تکیه میکنیم بر آمارهایی که رسما اعلام میشه تا بتونیم بسنجیم ببینیم که الان وضعیت پاندمی کجاست. حالا دکتر، وقتی که نمودار ابتلا در ایران رو مقایسه میکنید با بسیاری از کشورها، شیب ابتلا متفاوته و شیب کنتریه. این به شما چی میده؟ فکر میکنید که علتش اینه که تعداد تست ها محدود بوده؟ قطعاً این یک دلیل میتونه باشه، اینکه تست به اندازه کافی نمیشه و با توجه به وسعت کشوری مثل ایران بسیار دشوار هست که ببینیم که در نقاط دورافتاده کشور این ویروس داره چی کار میکنه و چجوری پیشرفت میکنه. اما فراموش نکنین خیلی کشورها این قابلیت رو داشتن که بتونن تدابیر سختگیرانه‌ای رو به کار بگیرن که جلوی شیوع ویروس رو بگیرن، چه به لحاظ فاصله گذاری اجتماعی، چه به لحاظ محدود کردن ترددهای جمعیت‌ها و همینطور اجبار مردم به استفاده از ماسک. بنابراین بسته به اینکه کشورها با چقدر سختگیری تونستن تدابیر اجرا بکنن که جلوی انتقال ویروس رو بگیره، ما در خیلی از اون کشورها دیدیم که به شکل خیلی موفقیت‌آمیزی تونستن این پاندمیک رو کنترل کنن. بسیاری در ایران معتقدند که ایران به اندازه کافی سختگیری نکرد، دیر اقدام کرد، قرنطینه به اون سفت و سختی نبود و از روز شنبه هم بسیاری از کسب و کارها باز شده. هشدار میدن راجع به موج دوم، چقدر نگرانی راجع به موج دوم جدیه؟ بسیار جدی هستش و این نگرانی برای تمام کشورهای دنیا وجود داره. کشورهایی که دارن بحث میکنن راجع به اینکه آیا باید فعالیت اقتصادیشون از سر بگیرن یا نه. همونطور که ما با این ویروس دیدیم واقعا لازم هست که ما این ویروس رو جدی بگیریم. این یک ویروس جدی هستش که بشریت هرگز ندیده. بنابراین همه ما نسبت به این ویروس آسیب پذیر هستیم. توصیه های بهداشتی تا الان بسیار روشن بودند. به رغم تأثیری که این ویروس برای کسب و کارهای کوچک و افرادی داشته که امرار معاش میکنن طریق این کسب و کارها، باید به یاد داشته باشیم فقط دو راه هستش که میشه در یک جمعیت مصونیت پیدا کرد نسبت ویروس. یک راهش این هست که تعداد بسیار زیادی از یک جمعیت مبتلا بشن، اون پاتن رو بدنشون تولید بکنه و مصون بشن در آینده نسبت به ویروس. و اون برمیگرده به همون ایده ایمنی گله‌ای، یعنی وقتی 70% جمعیت در معرض این ویروس قرار گرفتن و بدنشون اون مصونیت لازم رو ایجاد کرده. حالا وقتی صحبت میشه درباره اینکه فعالیت اقتصادی از سر بگیره، این میتونه خیلی خطرناک باشه. باید تدابیر دقیق در همزمان به کار گرفته بشه، تست کردن، رصد کردن و بعد قرنطینه کردن موارد ابتلا و بعد ردگیری مبتلایان و ردگیری کسانی که مبتلایان باشون در آینده در گذشته نزدیک تماس داشتن تا بشه انتقال این ویروس رو به حداقل رسون حتی وقتی که اقتصاد از سر گرفته میشه. من فکر کنم اگه بشه تستای وسیع تری گرفت تا معلوم بشه که چه کسی اون بدتن رو تولید کرده و چه کسی بدت نکرد، چه کسی قبلا ویروس رو گرفته نگرفته، بسیار میتونه کمک بکنه در جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس. برای همین من باید بگم همین الان ما نمیتونیم بگیم اگه کسی قبلا عفونت داشته و خوب شده آیا در آینده هم میتونه مجددا مصونیت داشته باشه یا نه، چرا که الان صحبت از این میشه که این
امنیت دائم و طولانی مدت نیست. برای همین ما حتی این رو هم نمیدونیم که الان این توصیه ها دقیق هستن یا نه. متشکرم دکتر آلن برنارد لابریک از دانشگاه جان هاپکینز با ما. دولت ایران در روزهای اخیر بعضی محدودیت‌ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا را کم کرده. از آغاز به کار بعضی کسب و کارها گرفته تا برداشتن محدودیت تردد بین شهرها. ولی سیاست‌های دولت در مقابله با شیوع کرونا نه تنها منتقدانی در خارج از مجموعه دولت دارد، بلکه بعضی استاندارها و رؤسای دانشگاه‌ها هم این سیاست‌ها را زیر سوال بردند. سوال این است که حرف‌های رئیس جمهوری در داخل و خارج از دولت چقدر خریدار دارد؟ به این موضوع می‌پردازیم. گزارشی ببینیم از فیروزه اکبریان. توصیه و سفارش ما این است که مشهد رو انتخاب نکنم. تمنا میکنم، خواهش میکنم، به خصوص به اصفهان سفر نه. چند روز مانده به عید، مسئولان استانی یکی یکی دست به کار میشوند و درها را به روی مسافران میبندند، آن هم در روزهایی که دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره اعمال قرنطینه دست به دست میکنند. اگر حرفی هم هست الزامی در آن نیست. گلایه شدید وزیر از مردم عزیزی که متاسفانه علارغم خواهش ها و تمناهای من دیروز راه افتادن و جاده ها رو شلوغ کردن. استان ها اما نگران از شیوع بیشتر ویروس کرونا، یکی یکی ورود غیربومی ها را ممنوع می کنند. دست کم نیمی از آنها ماشین های با پلاک غیربومی را راه نمی دهند. ستاد ملی مبارزه با کرونا در نهایت 7 روز پس از عید تصمیم به قرنطینه شهرهای ایران می‌گیرد. اگر بنده تخلف کنم و وارد شهری که محل سکونتم نیست بخوام بشوم، تا 1 ماه خودرو توقیف خواهد شد و مبلغ 500,000 تومان هم جریمه خواهد شد. یکی از برنامه‌های فاصله گذاری هوشمند شروع کسب و کارهایی که حدود 1 هفته پیش بود که دولت از آغاز به کار کسب و کارهای کم خطر خبر داد، آن هم بر اساس طرحی به اسم طرح فاصله گذاری هوشمند. ولی سازمان نظام پزشکی هشدار داد بازگشایی کسب و کارها می تواند منجر به اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا شود. همزمان در روزهای اخیر چند مقام دولتی با تصمیم وزیر بهداشت برکنار شدند، از جمله دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر حسن عادلی معاون دانشگاه علوم پزشکی قم و اسماعیل فرزانه رئیس بیمارستان امام خمینی اردبیل. بعضی دلیل این برکناری ها را انتقاد این افراد از شیوه برخورد دولت با کرونا دانستند. گویا حرف دولت در داخل دولت هم برو ندارد. دولت در پیاده کردن سیاست‌هایش در قبال بحران کرونا با مشکلات دیگری هم روبروست. نمونه‌اش اینها، اعضای چند پایگاه بسیج که با سر زدن به بیمارستان‌ها بین بیماران مبتلا به کرونا نظری تقسیم کردند، آن هم بدون در نظر گرفتن توصیه‌های دولت مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی. امروز حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از تشکیل قرارگاهی برای حمایت از 3.5 میلیون خانوار خبر داد. آن هم درست در روزی که حسن روحانی با تکرار وعده کمک به 3 میلیون خانوار بیدرآمد گفت دولت از خیر بهره گرفتن از وام 1 میلیون تومانی به یاران بگیران هم گذشته. و ما امروز در یک آمار نمونه‌ای که رئیس جمهوری ایران چند باری مدیریت بحران کرونا را موفق خوانده، ولی مرکز پژوهش‌های مجلس امروز گفته در ایران نه قرنطینه شهری به صورت جدی دنبال شده است و نه سیاست انجام تست حد اکثری و ایزولاسیون. اگر در استانی استاندار محترم یا شورا جلسه ستاد مبارزه با کرونا پریروز، رئیس جمهوری ایران دست استانداردارها را برای اقدامهای یک جانبه در مقابله با شیوع کرونا می‌بندد. هیچ استانداری، هیچ استانی حق نداره در استان خودش تردد بین شهرها را براش مانع ایجاد بکنه. گویا خود روحانی هم فکر می‌کند حرفش درست یا غلط خریداری ندارد. فیروزه اکبریان، BBC.
برای گفتگوی بیشتر علی حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتورن سوئد از استکهلم با ماست و همچنین دکتر نورالدین پورمعزن، نماینده پیشین مجلس ایران و همچنین فوق تخصص جراحی ریه از لندن. خوش آمدید آقایون به برنامه. آقای پیرمعزن، با شما شروع کنیم. عملکرد دولت در بحران کرونا رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببین، وقتی گفته های وزیر بهداشت ایران رو در روزهای مختلف کنار هم میذارم و کنارش گفته های یا فرمایش همین آقای رئیس جمهور و معاونین و در کنار اون مسئولین ستاد کرونا رو، در یک نگاه میشه فهمید که یک سردرگمی و یک سرگردانی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های بهداشتی، درمانی و سیاسی هست. من اضافه کنم به اون همکارم که از جان هاپکینز گفتن، الان در ایران شاید بشه گفت اولین کشوری است، چون من با سازمان بهداشت جهانی هم در ارتباطم و گزارش رو رد میکنم و نبض کلینیک که کرونا در دست من است در داخل کشور و به همون دلیلمون رئیس دانشگاه اردبیل رو عوض کردن، ما تنها کشوری هستیم که الان بیماران رو بر اساس علائم بالینی تشخیص میدیم، یک قدم جلوتر بر اساس سی تی اسکن تشخیص میدیم و بیمارانی هم میاد در لیست گزارش میکنن که فقط تست شدن. تازه اون آقای دکتر هم متوجه نشدن که تستایی هم که میشه در بهترین مراکز دنیا، در همون جان هاپکینزش، در همون شهر بوستونش، بیش از 70-80% مثبت نیست تستا، یعنی 20-30% تستا هم بیماری هست ولی منفیه. به عبارت دیگر وزیر بهداشت میاد ماسکشو بینیش بیرونه، معاون وزیرش بیماری خودش رو نمیتونه تشخیص بده و ما بهداشت و سلامت مردم رو سپردیم به دست کسانی که بیسیک ساینس و اصول اولیه علمی مبارزه با اپیدمی و پاندمی رو ندارن و نتیجهش اینه که اون داستان عددی هم که پرسیدیم، من فقط یک کلمه بگم، ما در دانشگاه‌های پزشکی برای بایو استاتیکس، آمار حیاتی یا اپیدمیولوژی اصولی داریم. به عنوان مثال، اصلا یک سوال امتحانیه، میگیم در یک کشوری پاندمی هست، تعداد مرگا که امروز اعلام کردن 4600 تاست، هممون به خاطر داریم که همین آقای وزیر بهداشت گفت که میزان مرگ و میره این بیماری عین H1N1 و 2%. اگر 4600 تا مرگ داشته باشیم، میزان مرگ هم 2% باشه، چقدر اونجا باید ما بیمار داشته باشیم؟ مینیمم 230,000 نفر. و امروز 70,000 نفر اعلام کردن. یعنی مخفی کاری و پنهان کاری و دروغ شده سیاست نظام حاکم بر ایران برای مبارزه با کرونا وایرس. آقای حاجی قاسمی، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید این یک پنهانکاری آمدانه است یا اینکه مثل خیلی از کشورهای دیگه الان ایران امکان تست کردن به اندازه کافی نداره؟ بله، هر دوش. این رو باید در نظر داشته باشیم که تمامی کشورها در سیاستگذاری برای مقابله با کرونا به نوعی خطاهایی دارند که در خود اون کشورها داره بحث میشه. من گمان میکردم مثلا سوئد کشوریه که در اینجا خب پیشرفته تر است، امکانات زیادتر هست و حضور کارشناسان در سیاستگذاری بسیار چشمگیر هست، که اینجوری هم هست و سیاستی که اینجا اتخاذ میشه برای مقابله با این اپیدمی در واقع میشه گفتش که از آب در رفته است به طور کامل. ولی امروز ما مواجه شدیم با اینکه 22 تن از کارشناسان خبره در هم علم پزشکی و هم در واقع اپیدمیولوژی در واقع مقابله با این اپیدمی ها اعلام کردن که سیاستی که تاکنون داشتیم ما غلط بوده و یا غلط‌های جدی درش هست که در واقع به مرگ و میرهای منجر شده که میتونسته نشه و باید در این سیاست تجدید نظر بشه. من فکر میکنم بحث کلی اینه که یک تهدید جدی همه کشورها رو تهدید میکنه و در واقع همه کشورها به نوعی در یک سردرگمی هستن. در ایران البته این چشمگیرتر هست به خاطر مسائل به اصطلاح خاصی که کشور در ماها و دو سه سال اخیر به خصوص باش مواجه بوده و در واقع مقامات به نظر من یک قبلا هم اعلام کردم که یک نااطمینانی در
موضع‌گیری‌هاشون، در سیاست‌گذاری‌هاشون مشاهده میشه. بعد یک دست نیست، یک پارچه نیست سیاست‌گذاری‌ها. در بین نهادهای مختلف رقابت‌هایی وجود داره. اینها تشدید میکنه اون سردرگمی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، اما بدین معنی نیست که فقط در ایران ما شاهد این مشکل هستیم. حتی همین آقای دکتری که باهاش مصاحبه انجام دادین، ایشون دقیقاً نمیدونه که بالاخره باید چه کار کرد با این معضل کرونا. آیا باید 70% جامعه این بیماری رو بگیرن و بعد جامعه مصون بشه، یا اینکه نه، میشود به آینده خیلی به اصطلاح عقب، آینده خیلی دور عقب انداخت، ابتلای گسترده رو که به واکسن برسیم و مثلا بشه طیف وسیع از طریق واکسن نگهداری کرد، در واقع مقابله کرد با مسئله کرونا. اینو هنوز ما نمیدونیم. این سردرگمی وجود داره، اما چیزی که همه کشورها برش توافق دارن اینه که به هر حال در این شرایط تا جایی که امکان داره دولت‌ها باید امکانات گسترده در اختیار شهروندان قرار بدن که ابتلا به بیماری تا جایی که امکان داره به عقب بیفته و کسانی که در واقع گرفتار این بیماری میشن بتونن در با بهترین امکانات مورد مداوا قرار بگیرن. آقای پورمعزن، به نظر میاد که سردرگمی محدود و مختص به ایران نیست در چنین شرایطی. ببینین، دیس اینفورمیشن یا میس اینفورمیشن یا عدم اطلاعات درست دادن به جامعه و تصمیم گیرنده های سیاسی در کشورها مشکل اصلی است. ببین الان همین هرد ایمیونیتی یا ایمنی گله‌ای که همه حتی دوستان ما در جان هاپکینز هم اشاره کردن، هرد ایمیونیتی برای زمانی است که ما واکسن میزنیم و مطمئن هستیم به عنوان مثال یک سال این واکسینیشن یه ایمیونیتی پایدار ایجاد میکنه، و اگر 30-70% جامعه رو با واکسن به مدت یک سال ما ایمن میکنیم، بله این میتونه که میزان درگیری ها رو کم بکنه. ولی هرد ایمیونیتی، ما برای اولین بار در مورد یه پاندمی داریم صحبت میکنیم. خانم ایران، من یه مریضی رو از ایران مشاوره کرده با من در 17 دی ماه با همون علائمی که تب و تنگی نفس و سرفه و درگیری ریه بستری شده، مرخص شده بعد از یه هفته، دوباره 3 روز پیش بستری شد. یعنی در علتی هم که سازمان بهداشت جهانی میگه که این ویروس کشنده است، برای که ما هنوز این ویروس رو لایف سایکل یا زندگیشو نمیدونیم. معلوم نیست اون کسی که امروز ویروس گرفته فردا، یعنی معنیش اینه که هرد ایمیونیتی هم حتی در مورد این بیماری آنچنان موثر نخواهد بود. که در همین اروپای شما چندین نخست وزیر رو اونام گفتن یا وزیر بهداشتشون حرفشون رو پس گرفتن. هرد ایمیونیتی در مورد زمانی که واکسینیشن استیبل داریم. امروز برای این کرونا ویروس ما فقط واکسن اجتماعی به اسم سوشیال واکسینیشن، و واکسینیشن سوشیال هم فقط همین سوشیال دیستانسینگ، فاصله گذاری منطقی. منتها در ایران چون حاضر نیستن به مردمی که بیکاره، مردمی که گرسنه است، 4 ماه درآمدی نداره و باید درشون رو بزنن، بسته مواد غذایی رو یا بسته هنوز موندن که آیا 1,000,000 تومان بدن یا ندن. اون پولی که ما از امریکا زمان آقای باراک اوباما 150 میلیارد دلار فرستادیم، برای هر ایرانی میشه مینیمم 14,000 دلار. اگر اون پولها رو که آقای روحانی خواست و 1,000,000,000 دلار به زور دادن، اگر اون پولها رو الان به مردم بدن، دستش رو باز کنن، یا همین بودجه های فرهنگی که برای اشیای نماز و مسجد و اینا بود، 3-4 ماه که مسجد اینا قرار بسته بشه، اگر یک پروتکشن یا حمایت اکشار آسیب پذیر در ایران باشه، دیگه برای 1,000,000 تومان دادن که 1,000,000 تومان 2 تا نان و 2 تا نمیدونم بسته پنیره، رئیس جمهور لکنت زبان گرفته که بالاخره این 1,000,000 رو بده نده، وام بده، وامش رو بگیره، بهرش رو که بده. این نشون میده که کرونا ویروس نقاب از چهره ناتوانی و بیسوادی حاکمان تهران رو برداشت. آقای حاجی قاسمی، به نظر میاد که درست سردرگمی در بسیاری از کشورها وجود داره، ولی در هفته های گذشته در ایران به مراتب شدیدتر به نظر میاد وجود داره، و یک موازیکاری، یعنی از فرزند رئیس جمهوری از تشکیل ستاد مقابله ملی مقابله با کرونا خبر میده، چند روز بعد آیت الله خامنه ای از نیروهای مسلح میخواد که ستاد دیگه ای تشکیل بدن. یعنی به نظر میاد که به نوعی رهبری واحدی برای مقابله با این کرونا در کشور وجود نداره.
ما اگر یک انتقاد کارشناسانه غیر اپوزیسیونی بکنیم و این کاری که در فرمایشات آقای دکتر و عرایز بنده هست و در این مورد توافق داریم، اینه که ما نمیدونیم که این ویروس چه کار خواهد کرد و میدونیم خطرناکه، میدونیم، ما نمیدونیم که آیا دوباره بعد از کسایی که مصون شدن دوباره اینو میگیرن یا نمیگیرن. و آنچه که اشاره شد در صحبت ها کاملا من موافقم که باید عقب انداخت تا جایی که ممکن است گرفتار شدن به این ویروس رو. در نتیجه مردم باید بتوانند در خانه بمانند و برای در خانه ماندن ما میدونیم که اون نیمه از جامعه که بیرون میاد به خاطر مشکلات معیشتی است، احتیاج به هر حال به نون شبش رو در بیارن، نیروهای کار، تاکسی دارها، نمیدونم رستوران دارها و اصناف. و دولت در این روز مبادا امروزه، یعنی روز مبادا امروز هست و نهادهای قدرت، گروه‌های مختلف موازی در کشور اینو میشه درخواست کرد. این چیزیه که دیگه اپوزیسیونی هم نیست، مسئله جان انسان هاست. به جای رقابت با هم دیگه، خود نشون دادن، من میتوانم حل بکنم، تو نمیتوانی، ناکارآمد هستی، اینها رو مردم بر نمیتابند. اینها باید امروز کنار گذاشته بشه و یک سیاست مشترک ملی که همه آحاد ملت، همه 80 میلیون ایرانی درش سهیم هستند، از همه طیف‌ها و گروه‌ها، برای حفظ جان انسان‌ها اتخاذ بشود که بخش وسیعی از جامعه، بیش از نیمی از جامعه نیاز به کمک دارد. و من قبلا هم گفتم رقم گستردی نیست، ماهی 500 هزار تومان در چند ماه به 3-4% کل تولید ناخالص ملی کشور، یعنی چیزی بین 10-15 میلیارد دلار هم نمی شود. و اگر کشور ما ایران در چنین شرایطی نتواند با ارائه این میزان بودجه جان شهروندان رو حفظ بکنه، خب واقعا ما مشکل اساسی مواجه هستیم. این کار به نظر من اساسی باید امروز انجام بشود و عقب بیاندازیم. ما علم داره کار خودشو میکنه، کارشناسان دارن به سمت واکسن حرکت میکنن. بگذار ما در ایران که با مصائب و مشکلات زیادی مواجه بودیم، ببینیم که کشورهای دیگه که دارن با امکانات بسیار وسیع‌تر، با بودجه بسیار وسیع‌تر به دنبال حل این معضل گام برمی‌دارن، اونها حتما به نتایجی خواهند رسید. ما نخواهیم در واقع مبصر اونها باشیم، نه، ما متواضعانه سعی کنیم حفظ جان شهروندان رو بکنیم. و گفتم رقم بسیار محدودی هست، رقم گستردی نیست، و مردم بتونن در خونه هاشون بمونن و در مقابل این ویروس جون خودشون رو به خطر نیندازن. و ما میدونیم که علت این که مردم بیرون میان به خاطر معاش خودشون است. این در واقع مطمئن ترین چیزی است که میشود گفت و این خواست عمومی هست. ما میبینیم که نیمه بالایی جامعه، اونهایی که توانمندی نسبی دارن، اونها در خونه موندن، طبقه متوسط اینا در خونه مونده، این گروه های و اقشار آسیب پذیر هستن. و نکته بسیار مهم این هستش که الان نوبت این هست که نهادهایی که امکانات گسترده مالی دارن و اینو جامعه میدونه، امروز به جای سخن گفتن بیان نشون بدن، سر به اصطلاح کیسه رو شل بکنن و در جامعه پول توزیع بکنن، رقم محدودی هم هست، تا مردم بتونن در مقابل این ویروس ایستادگی. ممنون علی حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتورن سوئد با ما، و دکتر نورالدین پورمؤذن، نماینده پیرمؤذن، نماینده پیشین مجلس ایران. به زنان باردار توصیه می شود که از اضطراب پرهیز کنند، اما شیوع کرونا باعث نگرانی در بسیاری از مادران شده. کلاس های بارداری متوقف شده، معاینات پزشکی جز در موارد ضروری به صورت اینترنتی انجام می شه و دکترها نسخه ها رو در واتساپ می پیچند. پرهام قبادی نگاهی کرده به چالش های بارداری و زایمان در دوران شیوع کرونا. صدای آغاز حیات، لحظه شیرین برای بسیاری از مادران که حالا با شیوع کرونا با اضطراب همراه شده. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، افراد باردار با محدودیت‌هایی مواجه شدند. نفس، فوت بلند، چرخش لگن. برای مثال تعطیلی کلاس‌های دوران بارداری که برای کاهش کمردرد، تناسب اندام، آموزش شیردهی و حتی آرامش روحی بود. اما نگرانی عمده آلودگی به کرونا در مراجعه به بیمارستان برای زایمان است. امروز 21999
داریم میریم بیمارستان آرتا. در این ویدیو که به دست بی بی سی فارسی رسیده، مردی که همسرش تازه زایمان کرده، از وضعیت غیر بهداشتی بیمارستان آرتا در اردبیل شکایت دارد. کارگرانی که اونجا کار میکردن، مشغول به کار بودن، نه ماسک میزدن، با فرغون که ملات میومد داخل آسانسور، بعد میرفت توی طبقه چهارم، دقیقا همونجا که من نشون دادم از آسانسورش میای بیرون، اول دقت بکنید سمت راست دوتا کارگر وایستدن دارن کف و ملات میکشن، این برن بخش زایمانه که خانوم ها اونجا جراحی شدن، نوزادای یک روزه. از بس گرد و خاک بود که لبهای من، الان هم که دو روزه ترخیص شدیم اومدیم خونه، لبهای من خانومم از گرد و خاک خشک شده. جان نصف شب یوهایی رفته بودیم دستامون رو بشوریم، بین این همه گرد و خاک دیدیم آقا دستامون رو کف زدیم، آب قطع شد. رفتیم به پرستارا میگم که آب قطع شد، میگه مگه ما اداره آبیم؟ و کاشف به عمل اومده که اینا به خاطر این تعمیراتی که دارن میکنن کل آب بیمارستان رو قطع کردن. گفتم برید از طبقه پایین آب بیارید، رفتیم با دبه از طبقه پایین آب آوردیم. زنان باردار در اکثر کشورها با چالش‌های دیگری هم روبرو شدند. معاینات پزشکی اگر ضروری نباشد، تلفنی و اینترنتی انجام می‌شود. همه اینها یعنی نگرانی‌های بیشتر در دورانی که توصیه می‌شود از هر گونه اضطراب باید پرهیز کرد. از یک متخصص زنان و زایمان در اصفهان پرسیدم در دوران کرونا معاینه ها چطور انجام می شود؟ گروه های واتساپی و تلگرامی در واقع تشکیل شد که کلیه مادران باردار در اون گروه ها عضو شدن، ویدیو کنفرانس براشون برگزار شد. در واقع ارتباط نزدیکتر مجازی و صمیمانه تر مجازی بین پزشک و بیمار ایجاد شد. چیزی که برنامه ریزی شد در واقع فاصله بین ویزیت ها بیشتر بشه، نوبتدهی ها در مطب یا درمانگاه ها زمان بندی شده تر باشه که معطلیشون کمتر باشه و خب تماسشون با سایرین هم طبعا کمتر باشه. اما گروه های واتساپی خیال همه را هم راحت نکرده. سوده در تهران که اولین تجربه بارداریش را میگذراند، از تفاوت معاینه حضوری و مجازی به ما گفت. در مورد پزشکم قاعدتا اون موارد اورژانسی و موارد مهممون رو میتونیم مطرح بکنیم. شما توی ویزیت معمولی خانم باردار خب وزن رو میگیرن، فشار رو میگیرن، بعد یه سری توصیه‌های تغذیه‌ای برات انجام میدن و واقعا دیگه الان پزشک نمیشه از اونم انتظار داشت. اما بعضی دیگر که نیاز به معاینه دارند از تعطیلی مراکز بهداشتی گفتند. من خواهرم 4 ماه است و 2 قلو بار داره. یه بارداری پرخطر که پس از سالها درمان نازایی و سقط اتفاق افتاده. یه مشکلش تعطیلی درمانگاه مربوط به زنان باردار در بیمارستان تحت مراقبته. دکتر پویا میگوید در اصفهان برخلاف سالهای پیش که در ایام عید درمانگاه‌ها و مطب‌ها تعطیل بودند، امسال به خاطر کرونا تغییراتی ایجاد شده. 2 تا درمانگاه در شمال و جنوب شهر پیش بینی شد و از همکاران درخواست شد کاملا به صورت داوطلبانه. خیلی از همکاران عزیزمون به صورت داوطلبانه تو این درمانگاه ها به ویزیت مادران باردار و حالا موارد اورژانسی پرداختن که این عزیزان استرس اینو نداشته باشن که تو این مدت حالا بخوان به بیمارستان ها مراجعه بکنن یا حالا پزشکشون نیست، دسترسی ندارن. فارغ از مسائل پزشکی، خرید هم از زمان شیوع کرونا به دغدغه‌ای تبدیل شده. پیدا کردن وسایل برای مادران و کودکان در دوران قرنطینه. 23 فروردین که اعلام کردن که مثلا مشاغل باز هستن، یعنی 4 تا منطقه رو من فکر می‌کنم با همسرم رفتیم که مثلا یه مغازه پیدا بکنیم که پوشاک بارداری داشته باشه. هنوز شواهدی وجود ندارد که ویروس از مادر باردار به جنین منتقل می شود. اما نوزادان بیشک پا در دنیایی می گذارند که با چند ماه پیش قابل مقایسه نیست. پرهام قبادی، بی بی سی. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا نرخ رشد اقتصاد جهان امسال به منفی 3% برسد. این نهاد تا همین 3 ماه پیش انتظار داشت که این نرخ مثبت 3% باشد. در همین حال بعضی از کشورهای اروپایی که زودتر با بحران مواجه شده بودند کم کم رفع بعضی از محدودیت‌ها را آغاز کردند. اما کشورهای مانند روسیه به دنبال وضع چنین محدودیت‌هایی رفتند. در آمریکا هم اختیار پایان قرنطینه باعث بگو مگو بین کاخ سفید و فرمانداران ایالت‌ها شده. باران عباسی گزارش می‌دهد. کانون کرونا در هند
پلیس با پهپاد خیابان‌های مومبای یا بمبئی را زیر نظر دارد. به مردم هشدار می‌دهد از خانه بیرون نیایند. در زاغه‌های شهر مددکاران در جستجوی علائم کرونا به تک تک خانه‌ها می‌روند. مومبای بالاترین شمار مبتلایان و جان باختگان را دارد. در کشوری با 1,300,000,000 نفر جمعیت که بیش از 20 روز در قرنطینه بوده، نخست وزیر تعطیلی ها را 3 هفته دیگر تمدید کرده. در هفته آینده اقدامات جدی تری برای مقابله با ویروس کرونا انجام خواهد شد. آمار مبتلایان نشان می دهد که هند در مقایسه با بعضی از بزرگترین و توسعه یافته ترین کشورهای دنیا بسیار بهتر عمل کرده. شمار مبتلایان در هند 10,000 نفر و جانباختگان نزدیک به 400 نفر اعلام شده، اما روند شیوع رو به افزایش است. از طرفی منابع بیمارستانی میگویند آزمایش کرونا روی عده بسیار کمی از بیماران انجام شده و شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در اروپا کاهش محدودیت ها در کشورهایی که نشانه هایی از کاهش شمار مبتلایان دیدند، از جمله ایتالیا، کشوری با 20,000 جان باخته. شمار کمی از کسب و کارها از جمله کتاب فروشی ها، فروشندگان لوازم و تحریر و لباس کودکان اجازه فعالیت دارند. در اسپانیا هم بخش های تولید و ساختمانسازی کار را از سر گرفتند. بریتانیا اما همچنان تعطیل است. شمار رسمی جان باختگان اینجا به بیش از 12,000 نفر رسیده. اما این آمار تنها مربوط به کسانی است که در بیمارستان جان خود را از دست دادند. دولت میگوید تعداد واقعی قربانیان از این بیشتر است، چرا که بسیاری در خانه‌های سالمندان فوت کردند. فرانسه هم تعطیلی‌ها را تمدید کرده، هرچند که حالا تاریخ مشخصی برای بازگشایی دارد. 11 مه، یعنی کمتر از 1 ماه دیگر. سومین اقتصاد بزرگ اروپا بیشتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت از شیوع کرونا آسیب دیده. قرنطینه بیشتر از چیزی که انتظار داشتیم طول کشیده. رئیس جمهور این تصمیم رو برای حفظ سلامت و امنیت مردم گرفته، اما واضحه که تاثیرش هم روی اقتصاد بیشتر میشه. ما قبلا رشد منفی 6% رو پیش بینی کرده بودیم، اما حالا پیش بینیمون منفی 8%. اما فقط فرانسه نیست. صندوق بین‌المللی پول میگوید شیوع کرونا اقتصاد دنیا را به سمت رکودی بی سابقه پیش میبرد. با این فرض که شیوع این بیماری و تعطیلی‌های مورد نیاز در بیشتر کشورهای جهان در 3 ماهه دوم سال به اوج برسد و در نیمه دوم امسال کاهش پیدا کند، تخمین میزنیم که رشد اقتصادی جهان در سال 2020 به منفی 3% سقوط کند. آمریکا که بیشترین شمار قربانیان در جهان را ثبت کرده هم انتظار می‌رود امسال با کاهش رشد اقتصادی نزدیک به 6% مواجه شود. بیش از 23,000 جان باخته و 500,000 مبتلا باعث بالا گرفتن انتقادها از رئیس جمهوری شده. دونالد ترامپ اما با حمله به رسانه‌های منتقد از عملکردش دفاع کرده. اقدامات من جان ده ها هزار یا حتی صد ها هزار نفر رو نجات داد. اما این انتقاد هست که از فرصتی که داشتید برای آماده کردن بیمارستان ها استفاده نکردید. ببین، خودت هم میدونی که اخبار جعلی تولید میکنی. همه شبکه‌تون و طوری که این اخبار رو پوشش میده جعلیه. شیوع کرونا در روسیه هم شدت گرفته. امروز با شناسایی نزدیک به 3,000 مبتلای جدید، شمار بیماران از 21,000 نفر فراتر رفته. هرچند که تعداد جان باختگان فعلا 170 نفر است، کمتر از بسیاری از کشورها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داده که شرایط رو به بدتر شدن است. وضعیت داره به سرعت تغییر میکنه و متاسفانه بهتر نمیشه. باید همه احتمالاتی رو که ممکنه پیش بیاد در نظر بگیریم، حتی پیچیده ترین و عجیب ترین ها رو، تا بتونیم اقدامات لازم رو به سرعت انجام بدیم. کشوری که سرایت کرونا در آن دست کم در آمار رسمی به شدت کشورهای کانون این بیماری نبوده. اما خیابانهای مسکو هم کم کم ظاهر دیگر شهرهای اروپایی را به خود می‌گیرند. تنها شهروندانی که در خیابانها به چشم می‌خورند آنهایی که در پی نابودی آثار این ویروسند. باران عباسی، BBC.
دکتر رامین حکمی، استاد میکروبیولوژی و بیماری‌های عفونی دانشگاه جورج میسون از شهر فرفکس ایالت ویرجینیای آمریکا با ما هستن. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. در وهله اول سوالی که در ذهن تقریبا همه مردم جهان اینه که تا رسیدن به واکسن چقدر فاصله داریم؟ بله، با سلام به شما و بینندگان عزیز شما. برای رسیدن به واکسن من فکر میکنم که حداقل بین 8 ماه تا 1 سال طول خواهد کشید. واکسن ها درسته که خیلی موقع ها به سرعت در مدل های حیوانی که برای بیماری ها هست اثرش ممکن نشون داده بشه، ولی باید در مراحل و فازهای متعدد در انسان ها تست بشن و اثر اونها در انسان ها نشون داده بشه، و بعد اگر که از لحاظ ایمنی و اینکه مؤثر بودن اینها مشخص بشه، و بعد یک فازی هست که اینا باید در سطح بالا تولید بشه و توزیع بشه. بنابراین یه مقدار طول میکشه، و با وجودی که الان به خاطر حاد بودن جریان سرعت این کارها خیلی زیاد شده، ولی با این وجود من فکر میکنم باز هم تا اینکه واکسن تولید بشه که بتونه به طور عمومی توزیع بشه، حداقل 8 تا 9 ماه، به احتمال خیلی زیاد تا 1 سال طول خواهد کشید. تست آنتیبادی چطور؟ چقدر تا اون فاصله داریم؟ ولی خب الان کارهایی داره انجام میشه که مثلا فرض کنید که اون مریض هایی که این ویروس رو گرفتن ولی خوب شدن و در بدنشون اون آنتیبادی ها رو دارن، که سرم اونها اگر که اینا اون سرم رو اهدا کنن و بعد اون سرم تزریق بشه به افراد که این مریضی رو گرفتن، میتونه مؤثر باشه. البته اون خود یک مشکلات خودش رو میتونه داشته باشه، چون افرادی که مبتلا شدن سرمشون با همدیگه به احتمال زیاد فرق میکنه از لحاظ اینکه مقدار آنتیبادی که دارن با اون نوع آنتیبادی که دارن میتونه واقعا خنثی کننده باشه. ولی اونجور فعالیت ها داره انجام میشه. یک فعالیت دیگه هم که داره انجام میشه اینه که در حقیقت اون قسمت هایی رو از ویروس که به احتمال زیاد فعال میکنه سیستم ایمنی رو، بر علیه اونها آنتیبادی ساخته بشه. اون فعالیت هم داره انجام میشه، ولی باز اون محدودیت های خودش رو داره که باز برمیگرده یه مقدار به سرعت کار و سرعت تولید این آنتیبادی ها برای استفاده. آقای دکتر، اوایل بحث این بود که کسانی که تب بالا و سرفه ممتد دارند کرونا دارند، ولی الان رفته رفته راجع به علائم کرونای خفیف صحبت میشه. این علائم چیه؟ از کجا ما باید نگرانی باشیم و احتمال اینو بدیم که ممکنه کرونای خفیف داشته باشیم؟ به نظر من الان به اندازه کافی روی این مسئله تحقیق نشده که ما بتونیم به طور قطعی راجع به این مسئله صحبت کنیم. بنابراین یه مقدار هنوز به نظر من حدس و گمان هست در این مسئله. یکی این که به این علت که تعداد مریض هایی که به طور سیستماتیک در مورد این موضوع در موردشون تحقیق شده هنوز به اندازه کافی نیست، و به نظر من زمان دنبال کردن این مریض ها بعد از اینکه مریضی اینا مشخص میشه باید به طور بیشتری مداومتری انجام بشه. ولی در حال حاضر با توجه به همه این مسائلی که من گفتم، به نظر میاد که مجموعه از علائم ها اگر باشه، احتمال اینکه این مریضی باشه بالا هست، ولی باید مجموعه این علائم رو در نظر گرفت، مثل تب، سرفه مداوم. یکی از چیزهایی که جدیداً گزارش شده این است که افراد حس بویاییشون رو از دست میدن، بعد درد شکم، خستگی و علائم دیگه که مثل ریزش بینی، که اونها البته سرماخوردگی عادی هم اونا رو ایجاد میکنه. ولی به نظر من الان در حال حاضر مجموعه این علائم میتونه نشونه ای باشه از اینکه شخص این بیماری رو گرفته.
ولی من فکر میکنم به اندازه کافی الان ما در اختیار نتایج در اختیار ما نیست که بتونیم به طور قطعی بگیم. متشکرم. رامین حکمی استاد میکروبیولوژی و بیماری‌های عفونی با ما. اما دوران قرنطینه برای خیلی ها فرصتیه برای آشپزی و تجربه های تازه غذایی. اما برای کسی که بیشتر روزهای کاریش هم در آشپزخونه یک شرکت بزرگ میگذره، دوران قرنطینه چطوره؟ حسین زارع، سرآشپز غذاهای ایرانی در شرکت گوگل از سان فرانسیسکو با ماست. آقای زارع، شما در قرنطینه چی کار میکنین؟ درست به بینندگان عزیز وقت بخیر و امیدوارم هر جای دنیا هست شاد و سلامت و باشه، مراقب خودت باشی و خونه بمونید. واسه ما، من یه شخصی هستم از لحاظ مردم گرایی، خودم دوست دارم با ملت بیشتر رفتار کنم. واسه من سخت بود و ولی یه چیزای منفی بود، مثبتایم هست. من امیدوارم این چیزی رو خورناش پیش اومده باعث بشه که ما انسان‌ها به انسانیت برگردیم، به جای این پهپادهای 250 میلیونی با موشک‌های 150 میلیونی بیایم اینا رو هر روز 20 تا 30 هزار تا بچه از گرسنگی میمیرن به اینا کمک کنیم. چون این ویروس کرونا به دولتمندا، به ثروتمندا، به فقرا فرق نمی‌کرد، همه دنبال واکسن هستن. یه واکسن هم واسه این بچه‌های نازنین ما هر روز کشته میشن از گرسنگی میمیرن، به اینا چیز کنیم. راجع به من نظر شخصی من واسه شرایط الان، برای تو خونه بودن خب بالاخره سخته. واسه ما آشپزا غذا یه هنر، یه چیز سه‌بعدیه که باید هم خوشگل دیده بشه، هم بویاییش، هم چشاییش، و به خاطر اون تو تصویر خیلی سخته. ولی بالاخره با سوشال میدیا سر میکنیم، با توضیح دادن اینا با ملت هماهنگ کنیم، وقتمون رو بذاریم. و خوبی این به نظر من شده که یه چیزای خوب گذشته، شیرین زندگی برگشته، خانواده‌ها دور هم جمع میشن، غذا درست میکنن و این نشون میده که چقدر این غذا پختن، آشپزی یه وسیله، من میگم یه اسلحه هست که زندگی ملت با هم میاره، با هم دور هم جمع میشن، یه خوشیای خاطرات دارن. آره آقای زارع، مشکلش اینجاست که بعد از چند روز یکم کلافه میشم، روزای بعد دارم خوب دارم. مشکلش اینجاست که بعد از چند روز ایده ای دیگه نداریم. یعنی واقعا چند روز اول خب همه ایده داشتن که چه غذایی درست کنن و خوشحال بودن از اینکه با خانواده‌ن، ولی الان که دیگه دو سه هفته گذشته آدم نمیدونه چی بپزه. پیشنهاد شما چیه؟ دقیقاً ببین، ما ایران به خصوص اگه صحبت کنیم، من روز یه سرچ شما می‌کنم، پژوهش و چون اصلا 50 تا غذا دیدم، ما متاسفانه به اینا فش نکردم. الان من تمام مطالعه میکنم، مثلا مثال بگم، من اون روز غذای کوکوی لوبیا سبز تربیزی رو درست کردم، روز قبلش هم شیر برنج، شیر با برپلو، شیر پلو با آجیل و ریزن، مونده های اینا رو دیروز دیدم سیب دارم. اگه نگاه کنید، من اومدم دلمه سیب، چه دوباره یکی از دلمه ها، دلمه یعنی دلدوماخ از ترکیه میاد، یعنی پر کردم. هر چه شما چیز میکنید، احتیاج هم نیست که شما همیشه با برنج و چشمش بده، نه، شما هر چی در دستور میتونید عوضش کنید، میتونه کریتیو باشی، خلاقیت رو نشون بدید. و به خاطر یه شفت که من نیست الان 35 سال کار میکنم، سر میکنم تو اینترنت، تو اینستاگرام، تویتر، ملت رو من رسیپی دست پخت خوشم نمیابدم، تا ایده رو بدم که ملت خونه حال کنم با خودشون. مثلا من اینو چه پر کردم با دوتا یه چیز جیاهی بود، با گوش بود، مونده بود، یک غذای خیلی خوشمزه در اومد. آقای زارع، چی کار کنیم چاق نشیم؟ اگه این همه غذای هیجان انگیز در قرنطینه درست کنیم، من دیدم که شما تدیگای فوق العاده ای هم درست میکنین. این تدیگا رو خب اگه هر روز بخوریم که دیگه وقت از در تو نمیاد. نه خب دیگه قدیما هم اینا رو میخوردن، ولی خب بالاخره بس که بخورم دارم بریم بیرون قدم بزنم، یه چیز ورزشی بکنیم، همش نمیشه خورد. متاسفانه ما همه زندگیمون الان شده تلفن و کامپیوتر نشستن. اگه فعال باشیم بتونیم این آدم حذف کنیم. بعد و غذای من هم که بیشتر رسیپی ها دست پخته هستم، من زیاد از چربیان استفاده میکنم، ولی تحقیق که من همیشه میگم تحقیق یعنی زندگی، یا زندگی یعنی تحقیق، عاشق تحقیق هستم. و دوباره اگه نگاه کنی اکسای سوشال داره، من تحقیق رو سر میکنم با هر چی بتونم درست کنم، یه بار درست کنم، دوبار درست کنم، نشد دوباره امتحان میکنم. این باعث اکسایتمنت زندگی هست. یعنی شما اگه بخواید هر روز قرمه سبزی فسنجون بخورید، البته که حوصلتون سر میره، سعی کنید غذایی ما داریم، غذایی مثلا آبگوشت سماق داریم، آبگوشت چشم داریم،
اینا رو سر کنیم بیاییم تو زندگیمون یه تنوع بدیم و احتیاج نیست خواهر رو رسیم به من مامانم خدا رحمتش کنه 6 تا خواهر دارم یه رسیپی دادن از 6 تا خواهرم هر کدومش یه تور دیگه درست کنم یعنی ما شناسنامه با غذای ایرانی اصیل نداریم یه چیزایی میدونیم پایه از شما میتونیم عوضش کنیم بله آقای زاره تمام مدت وسایل جدید برای آشپزخونه تبلیغ میشه میبینم که شما آشپزخونه خیلی بزرگی ندارین اگر بخواییم بگین 4-5 تا وسیله اصلی که هر کسی تو آشپزخونهش لازم داره چی هست که هر روز نریم یه وسیله جدید بخریم این همون حبوبات و غلات مثلا من بعضی گندم دوست دارم بعضی لوبیا دوست دارم اینا یا برنج ما ایلیا برنج دوست داریم بعضی کشورا مثلا سیب زمینی دارن چیزایی که میمونن من الان به من میگم الان تو این خونه 3-4 بار میمونم من هستم اوکی هستم به خاطر تمام چیزای خوشمو دارم اینا مهمه برنج دوست دارید ببینم لوبیا اینا رو داشته باشید بعد ادویه‌تون دیگه بعد از اون من الان مثلا 10 روز یه بار تو هفته میرم چیزای تربار تازه رو میخرم اونم یه مشکلات خودش داره مواظب هستی و بیایی خدا اینجا رو دست بدم یه خیلی سیاره آقای زاره جلوتون یه سری مواد غذایی هست میتونین خیلی سریع به ما بگین که قرار با اون چی درست کنین این یه غذایی همون دوباره تهمونده ها تربیز ما میگویم دویماچ دویماچ یه چیزی که توی قرماچ سفره بود لواش نجاهی داشتن یه خورده برند نونایی میموند بعد توی همون پنیر رگوان میموند خورده های زیرش میموند اینا رو برداشتم من نشون بدم من یه دم درست کردم کینوا چه گلوتن فری چه به همه نشون بدم با یه غذای تربیزی اصل میشه با کینوا هم درست کردم با چه سایت خیلی سریع اگر که میشه ممنونم من آره این نصفشو میرزم اینجا خیلی راحته نوناتون من یه چمی نعنا ترخونده وار هر شما دوست دارید میتونید بریزید توش احتیاجی نیست فالو کنید مثلا من خرما خیلی دوست دارم و مقوی هم هست خرما هم چیزشنو میریزم این غذا قرار نبود فرنسی بعد این رو قاطی میکنیم چیکارش میکنیم؟ خرما بعد این جرگوان میریزم بعد چره و یه کمی آب میریزی که اینو چیز کنه یه کمی خوش کنه نرم کنه چه بتونی کنه بعد چه اینو چیز شده به هم میزنید من با دست میکنم که زود بشه یه غذای خیلی غذا که نه ما پیش غذا با چاینا میتونید درست کنید میتونید گلولش کنید با هم قدیم هم میکنم بعد جا میکنم قوتی بعد جا میکنم مشتی به خاطر اینو با دستتون فشار میدید میذارید تو بشکار بله و اینم کینوا هست که گفتم گلوتن فری هم اینا همون درست میکنید من اینو میتونه مثلا قشنگ دو سه تا روز کنید بشکا تزیینش کنید با چای شیرینی عصرانه یا صبحانه بخورید دوباره همون چیزایی قدیما هیچ چیز بیرون نمیذاره انداخته دور نمیافته یه چیزایی درست کردن یه چه غذایی که من واقعا خوشم میاد و اون روز هم تو اینستاگرام هم گذاشته بودم ویدیوشو متشکرم حسین زاره سرآشپز غذاهای ایرانی در شرکت گوگل انقدر هیجان انگیز بود که ما که شام نخوردیم هم دلمون ضعف رفت آقای زاره ممنون از شما به پایان بخش خبری رسیدیم ممنون که با ما همراه بودید فعلا شب خوش